دارالمثل گدازاده گدازاده است تا چشمش کور شد. این در نکوهش افراد نااهل و بدزاد که هدایت و تربیت و وضعیت دگرگون زندگی در آنها تأثیر نداره به کار میگه. گفته شده که روزی پادشاهی از یکی از معابر پایتخت خودش میگذشت. چشمش به دختری افتاد که در کشور حوز بی همتا بود و در شیوه دلبری گوی سبقت از حوری و پری رو بوده بود، ولی گدایی میکرد. پادشاه فرمان داد تا او را به حرمسرا بردن و در زیر نظر آموزگاران و مربیان به تعلیم و تربیتش پرداخت و وسایل زندگی و معاشش را از هر جهت فراهم کرد. دخترک نیز بر اثر ذکاوت فطری که داشت روز به روز بر مدارج علم و دانشش و مراتب کمالش می افزود. دو سه سالی گذشت. روزی گذر شاه به خانه دختر افتاد. همین که چشمش به او افتاد مهرش به او جنبید و او را به عقد زناشویی خود درآورد. دختر به این شرط راضی شد که در مواقع صرف غذا وی را تنها بگذارد. شاه این شرط را پذیرفت. شام و نهار دختر را همونطور که خود او خواسته بود همه روز جداگانه می دادند و دختر در اتاق خود را می بست و سپس سرگرم خوردن غذای خود می شد. اندک اندک این رفتار غیر عادی دخترک توجه شاه را جلب کرد و به یکی از پرستارانش دستور داد تا در کمین او بنشینند تا ببینند دلیل تنها غذا خوردن او چه هست. پرستار خود را در پس پرده پنهان کرد. همین که سفره گشوده شد دختر غذاها رو ظرف غذا رو برداشت و هر کدوم از غذاها رو در تاقچه ای گذاشت. اونگاه جلوی هر یک از تاقچه ها می ایستاد در برابر ظرف و دست خودش رو دراز می کرد و با آهنگ ذلت‌باری می گفتش که آهای خدا، فقط یه تکه، فقط یه لقمه. اینو می گفت و یه لقمه بر می داشت و با نهایت حرص و آز و ولع در دهانش می چپند. پرستار نزد پادشاه رفت و ماجرا رو برای او نقل کرد. پادشاه از پستی و خاری طبع او به شگفت آمد و گفت الحق که گدازاده گدازاده است تا چشمش کور.